میتونم اینجا بشینم آقا پسر؟ لطفا این فرش رو برد. اگه مال شما نیست این فرش بچه پر رو روزنامه تو برده. چه خبر تو دنیا؟ چی؟ یه نفر مرده. چی؟ مردی که مبتلا وای برای اینکه همسرش در بیماری و خبردار نشه خودکشی کرد؟ یعنی کار کی میتونه باشه؟ ها؟ اینه به نه اینجا حرف من باشه کجا حالا؟ یه بار دوره ترکیه به این را نگه داشتن ناقافل چند مونده و به دوزنش. آها حالا روزگار ما رو ببین با این لکنته. ای روزگار لکنته، ای روزگار لکنته. چی آقا بسر؟ کجا داریم میریم؟ کجا داریم میریم؟ داریم میریم بهش. ما رو تا قم ببر بهش پیشکش. نه ترس آقا، نه ترس، شما نگران نباش، شما رو قم پیاده میکنیم داداش. نه ترس، میگم میخوای شما رو سر را بهش پیاده کنیم. مراقب ماشینی که تو جاده است باش. شازده تو این جاده که پرنده هم پر نمیزنه. این همه رحمان آوردی اینجا که این حرفا رو به هم بزنی؟ نایی گوش کن. چرا تو همون خونه به هم نگفتی؟ میخواستی وسط بیابون خدا بفهمم چقدر بدبختم؟ فهمیدم من بدبختم. آهی صبر کن. کجا داری میری؟ کجا خانم؟ برگرد تو ماشین. چرا فرار میکنی؟ مرد حسابی هیچ معلومه وسط جاده چه غلطی میکنی؟ آقا این یه مسئله شخصیه، به شما هیچ ربطی نداره. مسئله شخصیه اونم وسط جاده، نکن چیز دیگه ای باشه. آقا چرا مزخرف میگی؟ بهت گفتم این یک مسئله شخصیه، به شما هیچ ربطی نداره. زبون درازی میکنی؟ آقا خفه شو بابا. خفه‌ای؟ اون همه کس منه، اون زنمه. مرد شروع تو رو ببرم با این زن داشتنت. پس تو اینجا چه غلطی داری میکنی؟ مثل قرقی پرید بالا اوستا، به من چه؟ خانم بفرمایین پایین. من هیچ جا نمیرم، پول بلیطم هم میدم. پول بلیطت بخوره تو کاسه سر من، یالا پایین. میخوای یه زن تنها رو وسط بیابون ول کنی؟ من فقط میخوام برم شهر. هر جا خواستی بری با شوهر جونت میری. شوهر؟ من دیگه شوهر ندارم. لا اله الا الله. میری پایین یا چیکار میکنی؟ دست به من نمیزنی یا؟ آخه من از دست شما دست چه خاکی تو سرم بریزم؟ ناهید بیا پایین برات توضیح میدم. توضیح؟ من با تو هیچ جا نمیام. اگه از این اتوبوس هم بندازنم بیرون با تو یه نفر نمیام. برای آخرین بار بهت میگم بیا پایین. ناهید اگه زنم هم بود که چه کارش میکردی؟ هیچی بابا گفتم اگه زنم هم بود بیشتر مراقب باشی. میخواد از من جدا شه، نمیگه چرا، فقط میخواد طلاقم بده. تو اگه بودی چه فکری میکردی؟ نمیدونم، من تو این زمینه یکم بی تجربم. زن که هستی فکر کن با یکی که دوست داره زندگی میکنی، اون وقت در عرض یه هفته بدون هیچ دلیلی میگه میخوام طلاقه بدم.
واقعا چی فکر میکردی؟ میشه جواب بدی؟ خب فکر میکردم دیگه منو دوست نداره. آره منم همین فکر رو میکنم. چرا نباید دوستت داشته باشه؟ خب شاید زن دیگه ای تو زندگیشه. عجب حرف احمقانه ای زدم. به خدا اصلا نه راست گفتی. خودم هم فکر میکنم پای زن دیگه ای در میانه. یه دست بازم همینه بعد از 6-7 سال زندگی. آروم باش دختر بیچاره. آره منم دلم برای سوخ به خدا. بشنو باور نکن خانم، اینی که من میبینم قال دختر از این حرف هست. یاد دختر بیچاره خودم افتاده. خدا نسل هرچی مرد بعدی از رو زمین ورداره. خانم این دختر باید طلاق بگیره، بگنه خودم طلاقشو میگیرم. آخه چرا؟ دست بزن داره خانم، بعد مستی میکنه، اصلا زن و بچه سرش نمیشه. آخرش میترسم یه بلایی سر این زن و بچهش بیاره. نترس خانم، کار به اونجا نمیشه. کافیه یه دفعه دست از پا خطا کنه، اون موقع من میدونم اون نامرد. فندک خدمتتون هست؟ ببخشید فندک، جالبیه، یادگاریه، همیشه همراهمه. استاد جای وای نمیستیم؟ برای نماز نگه میداریم. ممنون. بله بوم اون سیگارت هم خاموش کن. چشم. چطه همو؟ ببخشید. خوبی؟ ببخشید، بله. اخوی از کجا میدونستی اون ماشین تو جاده است؟ نمیدونم. برای زیارت میری؟ زیارت؟ نمیدونم. مثل اینکه مزاحم شدم. یا حضرت معصوم قربون قریبیت برم، من از تو تو این شهر قریبم. نیم ساعت بیشتر نگه نمیداریم. نماز شام بفرمایید. صبی کیفم نیست، کیفمو زده است. چی؟ کیفمو دزدیده. چی شده آقا؟ چرا شلوغش میکنی؟ درست بگرد، شاید یه جا گذاشتی. کجا گذاشتم؟ تو اتوبوس که نشستم تو جیبم بوده. خب تو ساکت بگرد، دوره برای صندلی نیا کن، پر نزده که. آقا اون در رو ببن. آقا اون در رو ببن. آقا رنده کیف من همینجا گم شده.
همه جا رو باید بگرد، همه رو باید بگرد. لا 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 دست بردار. چی چی دست بردار؟ دارو ندارم تو کیفم بوده، تا کیف من پیدارشن هیچ که حق نداره از این اتوبوس پیاده بشه. یعنی من باید تک تک این بیچاره رو بگردم؟ اگه شما نگردی خودم میگردم. گیری افتادیم آقا جون. من روم سیاه واقعا. تموم شو؟ بله بله. جوان من شهرمنده خودتو این لباست هستم. فامیل پسر من. جوان اون کیفتو بده. تو این روزگار میبینه بادم چیکار میکنه. من خودت دو بودم. پیره هرچی من میگن تکرار میکنی یا؟ آره جوان خوبی هست. ببخش 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 این فیلم تو خدا هم میخوای بگردی بگردی اشتباه همه تو در نمیارم. ببخش کیفتو بده. من ساکی نمیارم شهرمنده. کیفتون لطفا بفرمی توشو خوب نگاه کنی. به والا شهرمنده گو همه تو من تا طرف خرشه تو پایین نمیاد. شما خواهی یا الله. این مال خودته؟ نه از مال کیه؟ نمیدونم. نمیدونی؟ چی میدونی؟ بیا پیدا شد. اه؟ کجا بود؟ کیف این آقا دیگه شما بودیم؟ بسیار من به چیش هست؟ کار من نبوده. یه مقدارش کمه. اجازه بده. اجازه بده. بفهم. آقا چقدرش کمه من تقدیم کنم؟ شما پول منو دزدیده از من میپرسی چقدرش کمه؟ آقا من کیف شما رو نزدم. من اصلا نمیدونم چجوری کیف شما رفته تو ساک من. فکر کنم برات بلوتوثش کردن. ناراحتی فورواردش کن. خب آقا شما ساکت باش. گل بگیر. کلی پول تو این کیف بوده. بفهم. کل پولی که همراه من ها خدمت شما. بفهم. پولای خودم رو بده. پولای من همش 2000 تومانی بوده. من دیگه پولی ندارم. پول شما هم پیش من نیست. کیف شما رو هم یکی گذاشته تو ساک من. به همین سادگی. دست از سرش بردار دیگه. بگو چقدرش کمی که از 3 تومن بهت بده. شما پولاتو برای خودت نگهدار. من تا این آقا رو تحویل پلیس ندم دست بردار نیست. آقایون خانما بفرمایید تا تموم شد. شام و نماز. ناقوم هم نگه نمیداریم. هر کاری داریم بکنیم. این آقایان هم خودشون میدونن چیکار بشه. آقایان خانمه بفرمایید. بفرمایید تا این شام نماز. اینجوری بخواییم بریم فردا شب هم نمیرسیم قوم. عجب جوری افتادیم از دست شما. بفرمایید آقا. شما کجا؟ من باید نماز بخونم. کمرتو شما هیچ جا نمیری. همینجا با من میمونه تو اتوبوس. آدم آدم به دشمنش هم رخصت میده، چه برسه به این بنده خدا که هنوز معلوم نیست مقصره. اگه کیف شما هم زده بود به همین راحتی نوت میکردی. های محترم من کیف شما رو بر نداشتم. این بعدا معلوم میشه. تو داری با آبروی این جوان بازی میکنی ها؟ این به خودش مربوطه. لا لا الا الله. قربان من باید نماز بخونم. لازم نکرده. لا لا. شما نمی‌تونی بگی لازم کرده یا نکرده که. اصلا من خود شما نمی‌خوام نماز بخونم. مگه شما با این کاراتون دین و ایمان برای مردم می‌ذارین؟ آقا به خدا سوء تفاهم شده. بالاخره قضیه روشن میشه. قضیه روشنه. مثل روز. آقا مرتضی. راست میگه دیگه، خودت هم باش برو. توی این بیابون میخواد کجا بره؟
سلام. یه به موقع آمدی. نشین. چی کار داری میکنی؟ نکنم میخوای بگی این کاره نیستی؟ نه فکر نکنم. گلدرشتی بدبخت، همون دفعه اول که دیدمت چشات آه ولم کن. بشین، کجا میخوای بری؟ خماری بیچاره، بکش بالا. برو بالا. بله. میشه صحبت بکنیم؟ تو وسط جاده نبودی؟ متاسفم، نمیخواستم اتفاقی بیفته. چی میخوای؟ من باید با زنم صحبت بکنم. همین دوربر دیدمش. نه، اون با من حرف نمیزنه. میشه یه چیزی بهش بگی؟ چی؟ بهش بگو. بگو من فراموشش کن. شب بخیر. باید شما هم قربان گذت شمیل داریم. تو خوست کوبیده زحمت بکشم. نوشیدنی چی بیارم؟ همون آب. آقا شما چیزی نمیخوری؟ برست نیستم، شما بفهم. مرتضی جان، این بنده خدا دیگه پولی همراهش نیست غذا سفارش بده. آقا جان، این غذای ما رو بکن سه تا. چرا غذا چی میل داری؟ فقط آم. تکلیف سرور چی میشه؟ غصه نه، بلکه درست میشه. تا اونجای شد مدارا بکنم. نشد آخرش طلاق شد. بایی بچه وسطه. باش. گوششون جا موندن. جا دادی به رسمشون؟ کجا میخوام برم؟ حالا زمان اونو که نمیفهم. بازم الان درستش بکنم. مستر، can you skip English? Yes. آه، yes, yes. اوسا انگلیسیشون اوکی. بپرس ببین کجا میخوام برم. چی؟ کجا میخوام برم. آه، کجا میخوام برم. کجا؟ من بلد نیستم. پس الان داشتی چی برمون کردی؟ من فقط همین یه جمله رو بلدم. شوخی کردم.
نوبرش رو بردی؟ خانم آقایون، کسی اینجا انگلیسی بلده؟ من میتونم انگلیسی صحبت کنم؟ شما؟ بله، من مترجمم. چینی مینی هم بلدی؟ نه خیر، فقط انگلیسی. آها، فقط انگلیسی. لطف کنین ازشون بپرسین کجا میخوام برم. چشم. May I help you? We are supposed to go here. I think we can join our couriers which we lost around this caravansary. Are you sure that it is a caravansary? Yes. Okay, don't worry. I hope our kind driver can help you. Wait a moment, please. میگن یه کاروانسرای این اطرافه که قراره اونجا به بقیه دوستاشون ملحق بشن. شرمنده، نمیتونیم ببریمشون چون تو مسیرمون نیست. He told there is no caravansary on our path. آشی، نیم ساعت بیشه که وقتتو نمیگیره. اله قربونت برم. همین جوریش هم به خاطر بعضی کلی معطل کردیم. بله. اسم رو خط بزن. ما نیستیم. We can pay a good amount. میگن حاضرم پول خوبی بهتون بدن. کی پول خواست؟ تو مسیرمون نیست. به سر پاشو جمع کن را بیفت. آقا دست اومده. ما که بالاخره به اون کاروانسرا میریم. چرا نمیبریمشون؟ بهشون بگو کرایشون نفری 30 دلار میشه تا سر فرعی کاروانسرا. کرایتون میشه نفری 30 دلار، اونم تا سر فرعی کاروانسرا. اوکی؟ فقط سریعتر. He asked 30 US dollars for each one just at the bypass of caravansary. Okay? Okay. Okay. گل بگی. خسته نباشید. قربون آقا. مثلا اون در ببن بریم. جلدی هم بپک کرایه عقبی رو بگیر. چشم سر. سر تو جنگ زحمتی میکشی. چطور با اون آقا عوض کنی؟ ببخشید آقا. با بفهمی جلو. یا صاحب صبر. آقا کوتاه بیا. مگه اسیر گرفتی؟ آقا شما دخالت نکن. با صد من اصلم نمیشه خوردهش. شاید دکتری وضعیتی که به شما ده دل خوره. کدام وضعیت عزیز من؟ من یه همرزمی داشتم که تو سخت‌ترین شرایط جنگ هیچ وقت از شوخی بر نمی داشت. انقدر شوخ بود که وقتی شهید شد همه فکر میکردن که شوخی میکنه. مثل اینکه این جنگ چیزای عجیب زیاد داشته. آره خیلی. البته اون موقع شما شاید بچه بودی، شاید هم هنوز به دنیا نیومده بودی، ولی هرچی از اون روزا بگم ممکنه تصورش برات سخت باشه. بله درست. یک سال قبل از تمام شدن جنگ. یک سال قبل از تمام شدن جنگ چی؟ من به دنیا آمدم. همون موقع من یکی از بهترین همرزمامو از دست دادم. چجوری؟ تو میدونه می الو. سلام سرور جان. چی شده مامان؟ چرا داری گریه میکنی؟ دوباره؟ خدا لعنتش کنه. به منم بگو چی شده؟ هیچی. چی میخواستی بشه؟ بعد قرنی خبر مرگمون اومدیم یه مسافرتی چیزی بریم اینجوری شد. ای کاش قلم پام میشکست نمیومدم. الو. سلام بابا. چی شده؟ ها؟ غلط کرده؟ مگه بزغاله ای که میخواد سرت ببره؟ بیا اونجا سر خودشو طوری بودن که بعد یه هفته نفهم سر نداره. بچه ها کجا؟ قصه نخو بابا. بری خونه یکی در همسایه ما خودمون میرسونید. ببخشید های راننده. شرمنده هم. ما یه مشکلی برامون پیش اومده، بعد برگردیم. های خون و جون در میونه. شما دکتری؟ نه ما کلن فامیلمون قصد ها بننه. والا با این همه مسافر که نمیتونم برگردم. واسه تو پمپ بنزین بعدی ببینم میتونم یه ماشین چیزی واسه جور کنم براتون گردونم. یه کاری کنیم بعد خیر خدا خیر داد. ما این زنه دست ندیم. هر جا برسیم ما خودمون به یه آبادی میرسیم.
آقا این اتوبوس براتون میگردونه به تهران. بریم به سلامت. خدا خیرت بده. به سلامت. نمیدونی چه خدمت بزرگی به ما کردی. الهی که هر چی میخوای خدا توی دنیا بهتون بده. معطل شما. چه مرگته؟ برگردی! 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 بذار من باید تو باشی! کلی مسافر منتظر ما! حکه عجب باد خاکی شد. بذار بغل نگاه کن ببین چیزی معلومه. اوه چش چشم نمیبینه. کجا داری میری معلومه؟ ببند اون پنجره را. آه دستم. دوستا نمیدونم تکون نمیخوره انگار گیر کردی. صدای چیه بچه؟ صدای چیه؟ یه دقیقه ساکت. چی شد انقدر حس حس میکنی؟ گوش کنید یه دقیقه. گوش کنید شما. دارم گوش میکنم. من که چیزی نمیشنوم. خب دیگه نبایدم بشنوید. طوفان بند اومد دیگه. گل بگی بابا. یه معلومه ما کجا هستیم؟ نمیدونم والله. بلیتمونم برد. آنتن نمیده لعنتی. انگار مریخه. این دیگه چیه اوستا؟ حتما اهرام مصره. اهرام مصر. اوه 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 یا قمر بنی هاشم خدا به خیر بگذرونه. صرفش بسر. چی شده؟ توشن گیر کردیم. چیکار میشه کرد؟ شبیه که نمیشه کاری کرد. امشب اینجا باید بمونید. خانم آقایون امشب اینجا موندگاریم. وسایلتونو برداریم پیاده شین. مخصوصا وسایل قیمتیتونو. آقا ما مسئولیتش قبول نمیکنیم و گفته باشم. یا علی بفرمایید پیاده شین. سفر ما برای خود شکایت شب داستانی ها. Thank you very much, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. دارم ازتون تشکر میکنم. You are welcome. شرمنده نکنید. بفرمایید. Thank you very much. This way. بنده خدا فکر کنم به خاطر اونا تا اینجا اومدی. نخود. نموستا شما هم انگلیسیت بد نیستا. چیزای دیگه هم میدونم باشه به وقتش بسن. نوکرتم. شازده. شما یه توضیح به من بده کاری یا؟ من هیچ توضیحی ندارم. Thank you.
قشنگیه. فکر میکنم اگه این اتفاق نمیافتاد تا آخر عمرم نمیفهمیدم همچون جایی وجود داره. اون وقت خارجی از اون سر دنیا میان کاروانسرای ما رو ببینن. این کاروانسرا بازسازی شده. یه جایی هم برای استراحت بازدید کننده و توریستا وجود داره. بفرمایید. بفرمایید. زنون مردونش کنیم که همه جا بشه. دست شما درد نکنه، همینش هم وسط بیابون نعمته. ببخشید آقا، جای اختصاصی نداریم؟ جای اختصاصیمون پره. بفرمایید. اینم جای آقایی. از اینجا خوشت نمیاد؟ نه، از تو هم خوشم نمیاد. باز کجا؟ دارم میرم دستشویی. زودم برمیگردم. آخه اینجا که دیگه جایی نمیشه رفت. میگم چرا باهاش نمیری؟ ممکن از راه در بره ها. از اینجوری آفتابش هم میتونی براش نگهداری. دهنتو میبندی بچه قرتی؟ خودم بیام ببندمش. گل بگیر بابا. آن قیافت. پس منتظر چی هستی؟ نکن راساسی واسطه بیام برات آفتابه بگیرم. کجا آقا پسر؟ چنگه حیرونی اینجا؟ دنبال چی؟ بیا بشین پیش ما، بیا بشین پیش ما. این همه جا داره برخواد کجا میچرخی؟ عجب چیزیه، چند؟ یعنی چند خریدی اینو؟ نخریدم. نخریدی؟ دوستیه؟ فکر نکنم. فکر نکنی؟ حاجی، برام تعریف میکنی هم رزمه چطور شهید شد؟ کدوم یکی؟ همون که تو سال تولد من شهید شد. هیچی، رفت رومین و ما را جا گذاشت. خوش انصاف. پدر منم. چرا برق رفت؟ نمیدونم چی شد. برق قطع شد. نمیدونم چرا. چی شد؟ چرا برق قطع شد؟ من که چراغ چیزی بیاره. چرا برق قطع شد؟ نمیدونم. باید موتور برق بدی. بنزین داره؟ پیش پاش ما دوتو گالون تا خرخر پرش کردم. خب شاید خفه کرده. تو الان اینجوری شده بود؟ نه اصلا. ای بابا سردم یاری؟ از ببینم. وایرش کن. وایرشو بریدن. بریدن؟ آره، قطعش کردن. چیکار میشه کرد؟ هیچی، هیچ که سیم چیز باشه درست میشه. من تو اتوبوس دارم. اون چراغ رو من بدیم من برم. چی شد آقای راننده؟ عذر میخوام. موتور برق یه گیری کوچولو داره، داریم درستش میکنیم. بهتره شما بفرمایید تو اتاقتون. تو اتاقا خیلی تاریکه.
باز حداقل اینجوری زیر آسمونو به این قشنگی هستیم. تو تا حالا اینقدر ستاره دیده بودی؟ برای دیدن نور ستاره ها باید بقیه نورا رو خاموش کرد. جدا؟ مار زنگی. چون به گلستان ها من ها پدرم بودم من پدرم نیست. اینجا چه خبره؟ واسه اینجا هم شخ زدن. ای بابا اینجا کجاست ما اومدیم؟ ما این پسره کجاست؟ کدوم پسره؟ همون کیف دوزه. باز که داری بهتون میزنی؟ پسره کیه؟ نیست. آقا اون که کیف منو دوزیده بود شما که دیدین؟ چه میکنی مرد حسابی های قشور میزنی یا؟ مستره بس میشسته ها؟ آخ شما بگی من سخت میگیرم عجبت دست شما آدم با اینا خود چم اومد؟ تو تا حالا کجا بودی؟ هیچی وزیار خوبی هست سرش ها بودی یا تایش که به این روز افته بیافر تموم کرده بقیه این روزنامه کجاست؟ کدوم روزنامه؟ همین روزنامه شاید اینه من دستان باش بکنم چه خبره آقا بسن؟ غلطی کردم به تو پناه دادم شونو خشت نکن برادر من ما خودمونم توی این کار موندیم حالا میگی من چه خاکی به سرم بکنم اگر از این کار با سرم بیرونم کنم چی؟ خودتو ناراحت نکن آروم باش پلیس میاد همه چی روشن میشه
تا پلیس بیاد این جنازه متلاشی شده. همین الان هم حیات کاروانسرا شده صحرای کربلا. آقا میگم تو یه چیزی بپیشیم خاکش کنیم تا پلیس نیومده. به همین راحتی؟ بهتر فعلا از اینجا بلندش کنیم. یلا ببرید. شما بفرمایید تو اتاقتون بفرمایید. یلا کمک کنیم بلندیو. بیا. بیا. اجازه بده. حالا جنازه رو کجا بردن؟ یه جایی گذاشتیم که زیر آفتاب بو نگیره. تو دیشب اون همه وقت که برق قطع بود کجا بودی؟ اونم از سر و وضع تموم لباساش خاکی بود. دیگه چی میخوای بگی؟ خب معلومه تموم وقت داشته زمینی میکنه که اینا رو چال کنه. وگه نادم علکی که به اون روز نمیفته. من روحم از این ماجرا خبر نداره. من اگه از حق خودم میذاشتم از این ماجرا نمیگذارم. تو مشکوکتر از این حرفایی. میگم نکنه اون طلبه هرم تو کشتی. با مصیبت ها؟ کدوم طلبه؟ بابا همونی که لباساش تو ساکت پیدا شد و همونو میگم. خجالت میکشین. حالا دیگه هر اتفاق میافتیم این از این گردن اون بیچاره. هرچی همون حیا میکنم و دم نمیذاری شما وقیتر میشین. بده من این بیلو. بابا والا معصیت داره مرده رو زمین بمونه. بفرما اینم یه قبر شیک دو نفش. حاج آقا پس تکلیف غسل و کفن این بنده خدا چی میشه؟ لا اله الا الله. آقایون کی بلده دو رکعت نماز بیت بخونه؟ من یه نفر سراغ دارم.
یعنی کجا رفته روستا؟ شاید هنوز زنده بوده. نه با اینقدر که از این خدا بیامش خون رفته بود اگه فیلم میرفت و پا میافتاد. این مثل یاد که یخ بود. مرده بود بی برو برگرد. حالا کجا بردنش خدا عالمه. کیا اوستا؟ کیا؟ از ما بهترون. یا خبر منه باشه. باید بریم دنبالش بگردیم. بریم. اوستا انگار آب شده رفته تو زمین. یارو خیلی باحاله. با جنازش پیچونده رفته. نه خانی اومده نه خانی رفته. فاتحه. جمع کنیم بریم تا از آسمان بلا نازل نشده. کجا؟ کجا بریم؟ تکلیف من چی میشه؟ تکلیف ما چیه؟ یه نفر مرده زدین کشتینش. کی کشته؟ کو جنازه؟ کی باور میکنه؟ پس چی؟ یعنی اینطوری نبوده؟ من نمیدونم چه جوری بوده. فقط میدونم هر چه زودتر باید از این دخمه فلنگو ببندم. مثل یه خواب وحشتناکه. خودتو ناراحت نکن اما به شهر که رسیدیم همه ماجرا رو به پلیس میگیم، خودشون پیگیری میکنن. اسم و آدرس هم که محفوظه. درسته؟ درسته. پس قربونت همچین آساسه میری جلو که تناف نباره. بچشم بسه آقایون ردیف. آقایی به زحمت رو بکشید یه حل بدین. این اتوبوس از چاله در بیاد. قربون دستتون. نمیشه پهلمون پیادشی یه دستی برسونی؟ پیاده نمیشم، هیچ دستم به هیچی نمیزنم. چی میشه جای اون خدا بیامرز تو نفل میشه. باز چی شده؟ حوصله کن میگم. بیا بالا دخترم. دستت من. پدر مادر این بچه کیه؟ این بچه رو جا گذاشتین؟ این بچه تو اتوبوس ما نبوده که. این بچه مال کیه؟ لا اله الا الله. یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگیم بچه رو دیشب من زاییدم؟ یه جنازه رو دستم گذاشتین؟ دیگه نمیذارم یه بچه سرایم بهش اضافه کنی. باز میگه جنازه. بابا کدوم جنازه؟ مرد حسابی بیخود شلوغش میکنی؟ این بچه هم مال این اتوبوس نیست. شاید با مینیبوس یا اتوبوس چیز دیگه اومده. به جز شما هیچ ماشین اتوبوس اینجا نیومده. استغفر الله. خب شاید گم شده. اسمت چی عزیزم؟ فاطمه. آخ قربونت برم. اگه فاطمه منم بود الان هم قد تو میشد. Ha 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 ha!
وارده یه اون روزنامه رو که خبر گم شدن بچه رو توش چاپ کرده بودن دارم. شب عید بود رفته بودیم خرید، شلوغی بچه رو تو کالسکه دزدیدن. من نمیدونم بچه با اون کوچیکی رو بخوام چیکار. ای بابا این روزا آدم از خدا بی خبر فرامونه. چه روح دیدی؟ لا اله الا الله. بفرماس چه سفری بود ما اومدی؟ از سفر آخرت هم که سخت‌تر شد. بچه رو میبریم شهر پیش پلیس. اگه پدر مادر داشت که هیچ، اگه نداشت کاش که تو دختر من بودی. یه خود دانه. ولی میدونم مامانت حتما داره دنبالت میگرده. بسر بجم را بیفتی. صبر کنی صبر کنی. دیگه نمیخوام هیچی بشنوام. خواستم برم پاووس ازرق از ایشون مدد بگیرم که این ماجرا پیش اومد. حتما اینا نشونه اینه که من لیاقتشو ندارم. مطمئن باشم اینا به حکمت نیست. البته حتما همینطوره. خیلی ممنون. دست درد نکنه، بهت نگفتم تو من یاد اون رفیقم رسمم میندازی؟ اسمش حامد بود، درست مثل تو.
هست دیگه ما خود زمی. چی شد حاجی؟ حاجی باید ببرم دقا یکی کمک کنه. برین کنار، من پرستارم. نمیتونه را بیا، تو باید خودت تنها بری، باید تنهایی بدونه بینو پاک سازی کنه. باید انتقالش بدیم بیمارستان، اینجا نمیشه براش کاری کرد. جونم آجی چرا بطلی؟ کار من دیگه تمومه. خدا نکنه، الان اورژانسو میگیرم. تا بهش چیزی نمونده آقا پسر، به جون. شوهرتون داره دنبال ماشین میاد، فکر کنم بهتر باش صحبت کنی. اصلا برام مهم نیست. تعریف کردن پدرم، هیچ وقت از اون میدونمی بر نگشت. مادرم هم اسم پدرم رو من گذاشت، چون همون روز که پدرم شهید شده بود من به دنیا آمدم. الله اکبر. اون آقا دوستت میدونست تو پسر هم رز میشی؟ بهش نگفتم، دلم میخواست از زبون همرزم پدرم بشنوم چطور شهید شد. فهمید، لحظه آخر فهمید. این همون یاروه حسن، نمیخوای بهش را بدی؟ عمرن we'll be right back.
بیدار شدی؟ الهی شکر. آروم باش، تقلا نکن. بیت بابا خدا رو شکر که تو رو به ما برگردوند. توجه داشته باشین، اون 3 ماه توی کما بوده. ما نمیدونیم افرادی که توی کما هستن چه تجربه ای از سر میگذرونن. من کجا؟ من کجا بودم؟ وحید جان، شما با ماشین نیما رفته بودین، تو اون اتوبوس نبودین. یادت میخواستیم بریم کاشان؟ نیما 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 توی اون تصادف شکه. بابا ویل کن. یا بابا کجاتن؟ خسته. خوبه؟ خانوم فکر کردم خوابی. با من کاری داشتی؟ بله، من توی اون اتوبوس بودم، ولی همه میگم من تو ماشین نیما بودم. بهت دروغ نگفتن، تو توی اون ماشین بودی نه تو اتوبوس. وقتی از لای ماشین مو چاله بیرونت آوردن
من خودم اونجا بودم. نیما؟ متاسفانه نتونستیم براش کاری بکنیم. ولی اون اتوبوس، شما با یه اتوبوس تصادف کردین. خیلی از مسافرهای اون اتوبوس کشته شدن. شما توی اون اتوبوس بودی؟ من؟ بله. نه، چرا همچین فکری کردی؟ چون شما رو دیدم. نه، من توی این سه ماهی که تو اینجا خواب بودی برات حرف میزدم بالا سرت، از همه آدم ها، از پدر مادرت. یه عکسی هم از بچگی های تو دیدم که توی سبد بچه صورتی رنگ بودی. اون زن با بچهش، به غیر از من کس دیگه هم زنده موند؟ تا اونجایی که من میدونم یه مجروح شیمیایی بود، یه طلبه با یه جوان دانشجو، یه زن و شوهرم بودن که شوهر اونم متاسفانه کشته شد. خانم، توریستا. چی؟ توریستا، خارجی ها، اونا سوار اتوبوس بودن. ما هیچ گزارشی از توریست خارجی نداشتیم. سعی کن استراحت کنی. میخواد بره کاروان سرا. Yes. کاروان سرا. Yes. We can join our colleague which we lost around this caravansary. ما که امیدی به برگشتن تو نداشتیم مادر. انقدر به درگاه حضرت معصومه التماس کردم تا خدا دوباره تو رو به من داد. دست رو بیار بالو مادر. آروم آروم. حالا این دست بده. فرش. کمک کن بریم محسن. مادر جان اون فرش نظری بود، شما باید میبردین حرم اگه یادت باشه. پلیس اون فرش رو از توی ماشین نیما در آورده بود. بریم نظر اون رو حالا کنیم که مراقب شما. به سلامتی تشریف میبرین خانم رستمی. با اجازتون. خانم تقوی جان خیلی توی مدت ما رو شرمنده کردین، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، ما اینجا هر کاری میکنیم انجام وظیفه است. امیدوارم دیگه هیچ وقت گذرتون به بیمارستان و دوا و دکتر نیفته. ببخشید منو صدا میکنم. بریم بابا. آقای رستمی. بله.
ببخشید شما خانم میشناسی؟ اون خانم دوست قدیمیمه، تو بخش اعصاب بستریه، من پرستارشم، چطور مگه؟ پس شوهرش کجاست؟ شوهرش خودکشی کرد. ناهید فکر میکنه که تو مرگ شوهرش مقصره. صبر کن، من باید با زنم صحبت بکنم. میشه یه چیزی بهش بگی؟ بهش بگو، بگو من دیگه نمیتونم ادامه بدم. من بیمارم، نمیخوام اون صدمه ای ببینه. برای همین باید ازش جدا بشم. من ایدز دارم. تو اینو از کجا میدونی؟ براتون تعریف کردم، اون اتوبوس. ولی شوهر اون یک ماه پیش مرده، بهت که گفتم خودکشی کرده، یعنی توی اون اتوبوس نبوده. اگه نمیخوای باور کنیم فراموشش کن. بریم. الان که اعضای بدن فاطمه رو اهدا کردی چه حسی داری؟ خاله من نمیتونم صحبت کنم. سلام خاله، الان که اعضای بدن فاطمه رو اهدا کردی چه حسی داری؟ خوشحالم، حس میکنم هنوز دخترم زنده است. نه اون بچه که با وحید آورده بوده اینجا میره بمیرم. خدا به پدرم دری صبر بده. خیلی خوب، تو مراقب وحید باش، من برم ماشین رو بیارم جلو در. خب معلومه همون وقت باشه زمینی میکنه که اینا رو شروع کنه، وگه نه آدم علکی که به اون روز نمیفته. Thank you.
بهش بگو دیگه شناختمش، پدرشم دیگه شناختم.